شماری از شهروندان ایرانی که برای حضور در مراسم اربعین به عراق سفر کرده بودند به دلیل نداشتن روادید بازداشت و به ایران بازگردانده شدند در این حال مرز مهران به طور یک طرفه از سوی عراق بسته شده تا امکان حضور بیشتر زائران ایرانی در مراسم اربعین از طریق این مرز وجود نداشته باشد کاوه یدیب گزارش می‌دهد سعید اوهدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران تعداد ایرانیان این را که بدون روادید به عراق سفر کرده و بازداشت شدهاند بین دویست تا سیصد نفر اعلام کرده است مصطفی قاسمی نماینده سازمان حج و زیارت ایران در عراق هم روز سهشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تعداد دقیق بازداشت شدگان را اعلام نکرد اما گفت که تعداد آنها قابل ملاحظه نیست خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام عراقی نوشته است تا کنون تعداد ایرانیانی که از مرز مهران بدون روادید وارد عراق شدند به بیش از نیم میلیون نفر رسیده است موضوعی که باعث شده وزارت کشور عراق از مقام های ایرانی به خاطر حجوم زائران ایرانی بدون روادید درگیری با مرزبان های عراقی و آسیب زدن به موانع مرزی انتقاد کند استاندار ایلام خبر داده است که دولت عراق با اعزام نیروهای نظامی و استقرار موانع از روز سهشنبه مرز مهران را بسته است و از این پس امکان سفر ایرانیان بیشتر برای شرکت در مراسم اربعین دیگر وجود ندارد در هفته های گذشته مقامات وزارت کشور و وزارت خارجه ایران بارها به زائران ایرانی در مورد سفر غیرقانونی به عراق هشدار دادند. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران پیشتر به خبرگزاری تصنیم گفته بود ورود بدون روادید به کشور عراق طبق قوانین این کشور تا 6 سال زندان دارد حضور شیعیان سراسر جهان برای مراسم اربعین در کربلا در سالهای اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است. تخمین زده می شود تعداد ایرانیان در مراسم امسال هم حدود دو میلیون نفر باشد. در این حال، پا گرفتن گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه که شیعیان را یکی از دشمنان اصلی خود قلمداد می‌کنند، موجب شده است تا نگرانی‌های امنیتی در مورد حملات احتمالی به تجمعات مختلف شیعیان به خصوص در عراق به وجود بیاید. در ماه‌های گذشته در افغانستان، پاکستان، لبنان، عراق و نیجریه حملاتی به مراکز تجمع شیعیان صورت گرفته که منجر به کشته شدن و زخمی شدن گروهی از این افراد شده است.